خوش اومد به یکی دیگه از برنامه های پروژکتور. من شهابم، منم مهدی. جایی که بدترین و بهترین فیلم های هالیوود رو ما بررسی میکنیم. فیلم امروز Dawn of the Planet of Apes. من اصلا حرفی ندارم بزنم. آره واقعا یکی از بهترین فیلم. خیلی خوب، من دیوونه شدم. خب Dawn of the Planet of Apes چی بگم؟ با کارگردانی مد ریوز، بازیگرها گری اولدمن، جیسون کلارک، کری لارسن و اندی سیرکس از سیزر، یعنی سیزر همون شخصیت اصلی، خودتو میفهمی که آره. من به نظر من گری اولدمن اینا خوب بودن، ولی به نظر من زیاد لازم نبودن بازیگراشون، چون کافی بود فقط اندی سیرکس سیزر رو بازی کنه. واقعا همین به عنوان یکی از قولای موشن پیکچر الان که واقعا تو گودزیلا ایمپرشن گودزیلا رو نمیدونم چجوری در آورد، توی استار وارز قرار بازی کنه دیگه، نمیدونم توی چیز تو هابیت هم بازی کرده. آره اسمیگل و همون کوچولوه این اندی سیرکس بازی کرده. من اسکار باید بگیرم. آره واقعا حقشه. خب داستان چی بود؟ داستان دقیقا 10 سال بعد از جایی که فیلم اول تموم میشه شروع میشه. ویروسی که تو فیلم اول اگه دیده باشین Rise of the Planet of Apes شروع میشه به پخش شدن، پخش میشه، خیلی از آدما میمیرن و یه سری زنده میمونن. این مشکلی که اون آدمایی که زنده موندن دارن اینه که انرژی یا همون مثلا برق ندارن و برقی که اینا میخوان بگیرن باید از طرف جنگل بیاد و مشکلی که هست این میمونایی که الان دیگه باهوش شدن و واسه خودشون دیگه دنیایی رو انداختن توی اون جنگل زندگی میکنن. حالا مشکل اینجایی که بعد برق رو برن از اونجا بیارن. میدونی یه چیز فیلم خوشم میاد چیه؟ اینکه چون که باهوش شدن میمونا، بعد توی یکیش آخرش صحبت میکنه سیزر دیگه، بعد دیگه اینجوری نذاشتن که حالا میمونا صحبت میکنن، اوکی بشون روون انگلیسی صحبت کنن. آره. خیلی آروم و یعنی که هنوز دارن یاد میگیرن، مثلا سیزر کلمه به کلمه گرامر اشتباه استفاده میکنه. خیلی جالبه، واقعا جینیوس بود حرکتش. اما هم هنوز که سیزر حرف میزنه آدم موهای تنش سیخ میشه. اوه من یه چیز دیگه بگم، سی جی آی این فیلم واقعا فوق العاده. من واقعا اگر فکر کنی بهش، یعنی بری تو دنیاش فکر می‌کنی که این ایپا وجود دارن، اینقدر واقعی بود. نه بعضیا میشنن ترانسفورمرز رو میبینن واسه اینکه مثلا سی جی آی خیلی خوبی داره مثلا اینا، اما آره واقعا به نظر من اسکار سی جی آی امسال باید به این فیلم بده. باید خیلی، اصلا عالی بود. ویژوال افکتش عالی، ویژوال افکت این فیلم عالی بود. داستان آره. جاهایی رفت که من فکر نمی‌کردم. آره با این قسمت که از داستان ما گفتیم فقط چیزایی که 10 دقیقه اول داستانه، یک تویستا و یه پیچیدگی‌هایی تو داستان میاد که اصلا انتظارش نداریم. بعد کانورسیشن این فیلم خیلی کمه، بیشتر این فیلم یعنی یعنی چیز شده روی ایپا و زندگی. آره. ایپا چجوری زندگی میکنن، چطوری درست کردن خونه هاشون رو. آره. خیلی درسته واقعا. به عنوان یه فیلم دوم جزء مثل دارک نایت شد که بتمن بگینز رو رد کرد. آره. اصلا چاپ چاپ کرد. آره همه هم میگفتن که حالا چیزش عوض شده، کارگردانش میگفتن به خوبی رایز هست، نیست فوق العاده بود جام که. آره قشن دیسپوینت نکرد من زمان دیگه. آها من یه چیزایی هم دارم که بعد دارم دربش بگم. یکی این که فکر نمی‌کردم اینجوری تموم شه. من فکر می‌کردم مثلا کل فیلمو تموم می‌کنم، ولی اینطوری که تموم کردن نشون داد که سهش هم قرار بیاد. آره آخر سهش هم تاریخ خورده 2016 قرار بیاد. من نمی‌دونستم اکسایت از همین الان من بلیتامو گرفتم برای سهش. 27 جولای 2016 آخ اس میرونن این ایپا انقدر باحاله. بله اصلا اصلا من خیلی توی میخواستم یه چیز دیگه بگم. سیزر توی این فیلم خیلی لیدر خوبیه، یعنی آره. اولش توی رایس که میبینی خیلی داره دیولاپ میکنه کاراکترش و بچه است. توی این فیلم خیلی چیز شده، مچور شده یا بزرگ شده، بچه دار شده، زن گرفته، الان خیلی لیدر بزرگه و هیچ چیزی نمیتونه بهش حرف بزنه، قشنگ دیکتاتوری برای خودش. آره خیلی خیلی خوبه. ولی از اینکه به نظر من کری لارسون یا همون زن مالکوم آره. توی فیلم نقشش هیچ به درد نمیخوره. هیچ پر، فقط پر کرده بودم، خواستم آدم پر کنن. آره نقش جانبیش خیلی کاراکتر قوی، فقط نقش مالکوم بود یا همون جیسون کلارک و گری اولدمن، از آدم فقط این دوتا نقش هستی بودن. آره. دیگه از فیلم بشن میده عبیس. سخته، خوشم اومد ولی نمیدونم بالا و سی جیش که عالی بود. من میگم 18.5. من به واقعا منو تو مشکل انداخت که این بهتر بود یا ایکس من. من به ایکس من 19 میدم، من به این 19 میدم. عالیه.
شما چی رو چند میدید از 20؟ آره حتما. قبل از اینکه فکر کنین سابسکرایب. آره حتما ببینیدش، نظرتون رو به ما بگید. سابسکرایب این بتمن داره میگه سابسکرایب کن، تو رو خود سابسکرایب کن.